وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه از کشته شدن 140 پیکارجوی داعش در استانهای انبار، نینوا، صلاح الدین و دیاله در جریان حمله مشترک نیروهای ارتش و هشدارشعبی و همچنین نیروهای پیشمرگ کرد خبر داده. هادی زریچ فرمانده پلیس انبار هم گفته در جریان یک عملیات گسترده در مناطقی که در استان انبار در دست نیروهای نظامی عراقی هست، بیش از 10 تن از افراد شناخته شده داعش رو دستگیر کردند. در مخمور و باشق، اینجا در بین اربیل و موسل، هم هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا به بمباران مواضع داعش امروز هم ادامه دادند، ولی در جریان بمباران هوایی جنگنده‌های عراقی علیه یک روستا در نزدیکی بیجی در شمال تکریت خبر داده شده که 13 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگه امروز جمیله عبیدی از استانداری نینوا اعلام کرده که یک توافق سیاسی بین گروه‌های کرد، سنی و شیعه عراقی برای حمله به موسل شکل گرفته و قرار هست در چند روز آینده عملیات آزادسازی موسل انجام بشه. ولی امروز که روز پناهجو و پناهنده در جهان هست، به گفته مقامات عراقی و مقامات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در بغداد و در اربیل، عراق در آستانه یک بحران انسانی قرار داره. بیش از 3 میلیون آواره عراقی تحت پوشش سازمان ملل متحد هستند، سرپناه هم حتی ندارند و در چادر زندگی می کنند. 5 میلیون عراقی که در وضعیت بهتری هستند خانه و کاشانه خود رو ترک کردند. 8 میلیون نفر از عراقی ها احتیاج دارند به کمک‌های فوری غذایی و کمتر روزی است که خبر از تلف شدن و از دست رفتن یک یا چند کودک و یا حتی نوجوان و یا کهنسال از آوارگان داده نشه. این جدا از صدها هزار آواره سوری هست که پیش از شروع جنگ داعش در این کشور به نحوی اسکان داده شدند و وضعیت اونها هم بعد از افزایش آواره های عراقی بدتر شده. به طور کلی وضعیت آواره ها و پناهجویان عراقی بسیار بد هست، هر روز بر شمار اونها اضافه میشه و میشه گفت که آواره های جنگی، جنگ داعش در عراق، این کشور رو با یک بحران تراژیک کم سابقه مواجه کرده. علی جوانمردی، اربیل، کردستان عراق، صدای آمریکا.